واقع افزوده در واقع یک پلی هستش بین دنیای مجازی و دنیای حقیقی ما، که در واقع شما میتونید با استفاده از حالا گوشی یا هر دیوایسی که حالا وبکم داشته باشه به راحتی بتونید حالا یک جسم مجازی رو یا روبروی خودتون ببینید یا در واقع روی صورت خودتون قرار بدید. ما حالا تو حوزه عینک داریم کار میکنیم، به صورت این که شما حالا با استفاده از همون گوشی تلفن همراه خودتون میتونید در واقع عینک ها رو در هر جایی که هستی بدون هیچ محدودیتی رو صورت خودتون قرار بدید و تستش بکنید. زمانی که دانشجو بودم حقیقت این ایده به ذهن من رسید. خب من رشتم آنچنان مرتبط به این حوزه نیستش، ولی خب چون توی فضای برنامه نویسی بودیم، به خصوص اینکه پایان‌نامه هم حالا با برنامه نویسی دخیل بود، جستجو و ریسرچمون زیاد بود توی حوزه در واقع برنامه نویسی. ابتدا این ایده نبود، به این ایده رسیدیم. ما اول می‌خواستیم روی بحث حالا فرنیچر یا در واقع وسایل خونه کار بکنیم، به صورتی که شما بتونید اون وسایل رو در واقع جانمایی بکنید توی منزل خودتون. چون حوزه وسیعی رو پوشش میده، ما تصمیم گرفتیم که با در واقع یک کالایی که مثل عینک هست شروع بکنیم و حالا بستش بدیم دیگه، بالا پرش بدیم. فعلا داریم روی حوزه عینک‌های آفتابی کار میکنیم و حالا عینک‌های طبی رو هم ما در نظر داریم که حتما به فروشگاه خودمون اضافه بکنیم. سمپل خارجی دارد، برندهای معروف حالا اسم نمیتونم ببرم، ولی خب گذاشتم توی وبسایت های خودشون، ولی خب خیلی شاید بگم که فاصله داره با این چیزی که حالا ما در واقع داریم تو فروشگاه خودمون اجرا میکنیم. شاید به اونها نشه بگیم که AR، یا AR حالا یه سری مشکلاتی داره، ولی خب میدونم که سمپل داخلی به هیچ عنوان نداره. سمپل خارجی هم داره، ولی خب یه سری محدودیت ها به خصوص برای ایران داره دیگه. حالا تحریم هستیم، چه حالا فیلتر کردن، ما نمیتونیم در داخل ایران ازش استفاده بکنیم. توی پیک چهارم کرونا بودش که میخواستم یه عینک بخرم. حالا عینک رو خریدیم و بردیم، یه پول خیلی زیادی هم حتی برای پول دانشجویی دادیم و خب اومد به چشم من نمیومد. و این به ذهن ما رسید که حالا میشه واقعا ترکیب کرد حالا یه تکنولوژی دیگر رو توی در واقع حوزه‌ای که مردم بیشتر باش در ارتباطن و حالا میشه خریده رو راحت‌تر کرد. این به خاطر حالا یه مشکل شخصی بودش که به ذهنمون رسید دیگه. شما هر کاری رو که بخواید شروع بکنید از اون لحظه یا اولش تا همین جایی که ما رسیدیم پر از چالش بوده. تیم اپ کردن خود در واقع استارتاپمون یکی از بزرگترین مسئله های ما بوده که حالا افرادی دور هم جمع بشیم که در واقع علاوه بر اخلاقی اول از همه به هم بخوریم. بعد حالا مشکلات مالی در واقع مطرح بود. این اولین چالشمون بود که خدا شکر برطرف شده. ولی خب بیشتر حوزه‌ای که ما چالش داشتیم بحث فنی خودمون بوده که این الگوریتمو پیاده سازی بکنیم. چرا که ما حالا ویژگی که حالا توی فروشگاه خودمون داریم این هستش که شما تو حوزه وب دارید نگاه می‌کنید. یعنی نرم افزاری نیاز نیستش که نصب بکنید تا این در واقع تکنولوژی رو روی گوشه خودتون داشته باشه. شما با کامپیوتر هم میتونید بهش دسترسی داشته باشید، با گوشی هم میتونید دسترسی داشته باشید. استارتاپ‌ها از همون اول که بحث مالی رو خیلی قوی ندارن. بیشتر باید اون همدلی ایجاد بشه، اون اخلاق در واقع به تیم بشینه و بعد حالا یک کاری رو شروع بکنه، حالا در آینده چه دور چه نزدیک به اون هدف مالی خودشون برسن. دانشگاه حمایت‌های خیلی زیادی کرده. خب ما اول حتی مشکل جا هم داشتیم، مشکل منتورینگ رو داشتیم و خیلی حال مشکلات خیلی زیادی، چه بحث مالی رو دانشگاه خدا شد تا حدود خیلی زیادی به در واقع ساپورت کرده، خب جا هم داده به ما و دو تا منتور خیلی خوبم در اختیار ما گذاشته که ما خیلی ازشون استفاده میکنیم. ولی خب حالا بحث مالیه که همیشه هست، ولی خب کاش مالی رو هم بیشتر خلاصه کمک میکردن. استارتاپ ما چه بحث تبلیغاتش، چه بحث در واقع دیجیتال مارکتینگش، تمام هزینه هایی که داریم با 900 تومان تقریبا ساپورت مالیش انجام میشه، 900 میلیون تومان. اینم عرض بکنم که بخش بسیار بسیار بزرگی از هزینه ها توسط دانش فنی خود بچه ها در واقع ساپورت شده، چون اگر بخوایم خارج از تیم خودمون یک فردی رو بیاریم یک مبلغی رو بهش پرداخت بکنیم، شاید 3 برابر 4 برابر بیشتر از اون 900 میلیون تومان نیاز هستش که تا این به مرحله که الان هستیم برسیم. خب اون 900 تومان رو اگه ما در واقع به تیم خودمون تزریق بکنیم، بحث در واقع دیجیتال مارکتینگمون، تبلیغاتمون، بسته‌بندیامون، حتی تامین کالامون تا حدود خیلی خیلی زیادی در واقع برطرف میشه و ما دیگه مشکل زیادی نخواهیم داشت. افرادی که خرید اینترنتی انجام میدن، شاید اون محصولی که به دستشون میرسه اون چیزی نیستش که انتظارش رو دارن و در واقع یکی از نقاط ضعف خریدهای اینترنتی نسبت به خریدهای سنتی این هستش که شاید اون محصول خیلی قابل لمس و قابل
حس برای خریدار نباشه. برای همین به این نتیجه رسیدیم که شاید بشه با تکنولوژی واقعیت افزوده یا همون AR بشه این فاصله رو بین خرید اینترنتی و خرید سنتی کم کرد. و این چیزیه که در حال حاضر تو دنیا داره سرمایه‌گذاری‌های خیلی عظیمی روش انجام میشه. یک آمار نرمی که توی فروشگاه اینترنتی هست اینه که محصولات حدود 3% بازگشت کالا دارن، یعنی مشتریان 3% از مشتریان محصولات خودشون رو برمیگردونن. اما اون تجربه که ما تا الان داشتیم این بازگشت کالا کمتر از 1% بوده، که این خودش نشون دهنده تاثیرگذاری این تکنولوژی و تأثیری که میتونه و ارزش افزوده‌ای که میتونه برای بیزنس‌ها داشته باشه داره. اگه بخوایم مشکلاتی که به طور خاص برای ما پیش اومده بود درباره اینا بخوام صحبت بکنم، خب ما چون تکنولوژی رو انتخاب کرده بودیم برای توسعه دادن که تکنولوژی روز دنیا هست و به طور کامل هنوز به بلوغ نرسیده و این تکنولوژی تکامل پیدا نکرده، برای همین یه مقدار توی پیاده سازی این تکنولوژی به مشکل برمیخوریم، خصوصا اینکه حالا شرکت‌های بزرگ دنیا دارن روی این تکنولوژی کار میکنن، دارن روز به روز توسعهش میدن، روز به روز بهبود داره پیدا میکنه و برای همین توی این مقطع کار کردن با این تکنولوژی یه مقدار چالش‌های خاص خودشو داره. یعنی یه مقدار هنوز فضاهایی هست از این تکنولوژی که حالا کشف نشده، هنوز پیاده سازی نشده یا هنوز به اون بلوغی نرسیده که بشه به راحتی در دسترس قرار بگیره و خب این نیازمند یه پیاده سازی و یه تحقیق اضافه تر راجع به این موضوع و همینطور یه فرهنگ سازی برای استفاده از این تکنولوژی، چون یه تکنولوژی تازه که به بازار در واقع معرفی میشه، برای فرهنگ سازی اون استفاده از اون تکنولوژی هم باید یه اقداماتی صورت بگیره. تجربه نشون داده که تکنولوژی هایی که معمولا جدیدن به بازار اضافه میشن با اقبال کمتری نسبت به رقبای قدیمیشون مواجه میشن تا اینکه به مرور زمان جا بیفتن و در واقع با فرهنگ سازی که میشه مردم ازشون استفاده بکنن. حمایت هایی که استارتاپ ها نیاز دارن هم حمایت مالی هست، هم حمایت مشاورانی که بالاخره قبلا این مسیر رو طی کرده باشن و بتونن به ما کمک بکنن. الان دانشگاه شهید بهشتی هم برامون یه سری امکانات رو فراهم کرده، از بعضی لحاظ بالاخره میتونیم به دانشگاه تکیه بکنیم، بالاخره از لحاظ مالی یه مقدار تامینمون کردن، از لحاظ فضای کاری و همینطور تیمپی که داشتیم ما رو یه مقدار ساپورت کردن، ولی خب بالاخره مشکلاتی وجود داره دیگه، هنوز ایدئال نیستش و خلاصه با چالش ها باید دست و پنجه نرم بکنید. توصیه‌ام اینه که اگه وارد فضای استارتاپی شدید باید خیلی صبور باشید و اینکه از شکست هایی که میخورید درس بگیرید و خلاصه به نظرم راهش اینه که کم نیارید و تسلیم نشید. خلاصه بسته‌بندی کلا چیزی خیلی گرون قیمتیه، خصوصا اینکه تو تیراژ باشه و برای استارتاپ ما عملا نشدنی بودش که بخوایم از بسته‌بندی های حالا مثلا لپتاپی کارتونی استفاده بکنیم. ما با توجه به اون بودجه‌ای که داشتیم خیلی فکر کردیم، خیلی در واقع بحث و جدل هم زیاد داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که بیایم مثلا کلا خود بسته‌بندی رو ببریم توی حوزه دیگه، یعنی از اون حالت مربعی شکل مکعبی شکل خارجش بکنیم. خب ما توی مترو حالا بعضا خیلی میدیدیم که حالا طرف میاد سفره میفروشه بعد دوره حالا یه لوله مقوای شکل، ما اول سرچ کردیم میبینیم که اصلا توی تهران چه کسی لوله مقوایی تولید میکنه، افراد مختلفی رو پیدا کردیم که اصلا کارشون کلا ساخته ای بسته‌بندی نبود، یه لوله رو در واقع خودشون تولید میکردن، بقیه مسائلش مربوط به خود ما میشه. ما رفتیم بهشون این پیشنهاد رو دادیم که آقا ما یه همچین بسته‌بندی میخوایم و در واقع بسته‌بندی رو به شکل اسوانه‌ای در آوردیم که دو طرفش حالا بسته باشه، همین که استحکام لازم هم برای بحث پست کردن داشته باشه، به علاوه این که تقریبا هزینه‌ای هم که برای بسته‌بندی در اومد نصف اون مقداری بودش که قرار بود هزینه بکنیم برای بسته‌بندی‌های کارتونی شکل. این سایت فروشگاهی ما هست، اولین فروشگاه ایرانی با قابلیت پرو مجازی که تمام مواردی که یک سایت فروشگاهی استاندارد داره توش رعایت شده، از جمله انواع و تنوع عینک‌های مختلف، وبلاگ و همینطور محصولات متنوع.
ما قسمت عینک‌های آفتابی رو در حال حاضر در حال انجام هستیم و شما میتونید مثلا هر کدوم از عینک‌هایی که خواستین رو انتخاب بکنید. مثلا این عینک، من وارد این عینک میشم و اینجا یک دکمه داریم اسم آنلاین امتحان کن و از اینجا روی دکمه آنلاین امتحان کن کلیک بکنید و میتونین توی این صفحه که براتون ظاهر میشه از چند ثانیه عینک روی صورت شما قرار میگیره و من میتونم تصمیم بگیرم که آیا عینک واقعا مناسب صورت من هست، به صورت من میاد یا نه، و میتونم از همینجا این عینک رو به سبد خرید خودم اضافه بکنم و تهیه‌اش بکنم.